یه وقت گول اون هکلت نخور یا نیست مسخره بازیه، بذار حرفشو بزنه. بزنه خیلی خب حرفتو بزن سرکار. به احترام این سرکار چیزی بهت نمیگم و اما معاملهی باعت میکردم که شیش مانه تو نیستن دلی بیگم پیشه دارم دیوونه میشم از دست این باشون ببرمش جالو مجانی زنجیری خطرناکیه. من رو بری جالو مجانی. چی شده؟ چیه باش الان فلاس آمده کن؟ به سلامش نگاه نکن هندی حبیب. این آقا دست این آقا شاکیه شش افتراکی داره. حالا خودش مطرح میکنه فلاس خانم بعد از ظهر هوا گرمه. آقا ماشاءالله تو همسایگی خوب نیست رفتی پاس بدن آوردی؟ آوردم که آوردم. تو دیگه چی میگی پیر زن؟ من پیر زنم؟ آره اگه اومدی تو خونه بهت نشون میدم. تو سیف زنه که داری هر درزو میزنی. الان یه بایی حالی بیزنم که با چی ترمی یا عباسفر دیگه شمرم جلو دارش نیست. سرکار جون دیگه از کسی شکایت ندارم. نوکر کم هستم سرکار، مخلصتونم هستم. میلخشی مزایم شدم نوکر همه دونم هستم. نمونه همه دونم تو باید زن هرمز بشی. من اینطور میخوام. نمیشم نمیشم. صد دفعه دیگه میگم که من نمیخوام زن هرمز بشم. خیلی هم دلت بخواد. هزار تا از تو خوشگلترش آرزوی یه موی هرمز داره. قبول میکنم فرنگیز خانم. بعد از مرگ مادر خدا بیا مردن که شما زن پدرم شدی، من و هرمز برادر شما سر یه سفره نشستیم. اون مثل برادر من میمونه، چطوری زنش بشم آخه؟ چه میدونی پدرت همه ثروتشو به نام من کرده، اگر چه تا زنده است اختیار دارش خودشه. ولی یادت باشه که اون الان مریض و گوشه بیمارستان خارج از ایران افتاده. فردا که سرشو گذاشت زمین اگه تو زن هرمز نباشی دیگه کاری نمیتونی توی خونه داشته باشی. من امروز هم کاری توی این خونه ندارم. پدرم اگه عقل و شعور داشت من اسیر شما نمیکرد. دیگه اینا حرف مفته. اگه به دستور من عمل کنی در این خونه همیشه بروی تو بازه. در غیر این صورت دیگه خودت تکلیف خودت بهتر میدونی. آره تکلیف خودم از خودم بهتر میدونم. من قبل از اینکه شما بیرونم بکنی از این خونه میرم. این خونه با همه تجملاتش ارزوی شما، برای ارزوی شما که پول ثروت چشم وجدان و انسان بتونه کور کرده. بازم حرف مفت، بازم حرف مفت. لااقل این اجازه رو به من ملمت میکنی که میراثم رو عوض بکنم و از این خونه برم. خودت میدونی عذیتش کردی. باباش داره تون به تون میفته. خبر دارم که همه ثروتشو به اسم این ورپریده کرده. شما چه گفتین به اسم شما کرده؟ دونه صدا اگه به اسم من کرده بود که قصه ای نداشتم. پس تکلیف چیه؟ باید به هر شکل شده کاری کنی که اون زن تو بشه. میفهمی چی میگم؟ آره. پس من از خونه میرم، دیگه خودت میدونی. باشه. میخوام باید حرف بزنم. برو بیرون تا لباس بپوشم بیام این وقت. نمیخواد لباس بپوشم. هرمز تو مثل برادر من میمونی، اشتباه نکن، مرد باش. تو باید زن من بشی. اگه نشه به زور وادارت میکنم. به زور وادارت میکنم. بگم کن بگم کن بگم کن قبض رو کردی؟ معذرت میخوام، خواهش میکنم حرکت کنی. مریض داری یه خود رو مریضی؟ چی کدوم؟ ما میخوایی ما رو مریض کنی؟ ای خواهش میکنم برو آقا جز برو. حالا کجا باز بریم؟ معذرت میخوام آقا، منو برو الفت. چشم اینو دیگر
داری؟ برای چه؟ باقی گونه تو خانه؟ باشه آقا، مال خودم. برای چه؟ حسابی پودار بشه. من این کاری نمی کنم. اشکالی نداره، همین الان پسر تو وردارو برو. پسرم؟ ولی این پسر چم هست؟ از کجا معلومه؟ خجالت نمی کشی اینجا رفت می زنی؟ دیجا داری منو عصبانی می کنی، فورا این خونه برو بیرون. کجا برم؟ هر جهنم داره که دلت می خواد، برگرد خونه پدرت. من اونجا که دیگه روم نمی شه برگردم. اینجا هم جای تو نیست. برو بیرون. میرم مطلع کن جلال رو بکن از باید بیا بوجه مگه خودت من رو از این خونه بیرون نکرد؟ تو رو بیرون کرد، بچه تو بیرون نکرد. بذار شو جان بچه تو که قبول نداری این بچه توی بیشتر این حوصله بیرون جنم. یا تنها این خونه میری یا پیش بچه میمونی، هر کاری من بیجام میکنی. راحت زندگی من که نمیدونم چی باید شروع کنم. من که میدونم. موسیقی
میزبرم وقتی اومد بیاد منزل ما دوبار بشه بشه فریاد نزن عزیزم من که خرید ندارم من فقط میخوام خونه باهات حرف بزنم تو با خالقیزی طرف بزنم حرفامو ببین برات گردن بند الماس میخرم هر چی بخوای بهت میدم قربون شکلت به الهی تقسیم نکن همه دلشون میخواد مورد توجه مردی مثل من باشم اون وقت تو با پای خودت لگد به وقت خودت نمیزنی بیا عزیزم از این وحشی بودنت بیشتر خوشم میاد بیا باجون چه بود بیایی خودمو میکشم یه دونه یه پدر سخته اما خودمو میکشم چی کار میخوای بکنی؟ میخوام از اینجا برم باید از اینجا برم خیلی خوبی از اول میگفتی من که نظر بدی نداشتم آره چه بمیگی بی نظر بی نظر بودی جلو نه اگه نه غلط میکنم میخوای بری برو برو باش این دیوونه کی بود انداختش به جون من؟ چرت پاپی افتاده قربان؟ هر کلکی زدم رام نشد که نشد دست آخرم تهدیدم کرد که اگه بهش کاری داشته باشم خودشو میکشه خب بعد؟ مصلحت نبود سر صدر را بیفته اخونه اومد بیرون جایی نمیتونه بره بابای بچه میاد اینجا کاری میکنم که رو پای شما بیفته و معذرت بخواد ببینیم و تعریف کنیم میکشمت میکشمت تو آبروی منو بردی حالا دیگه جواب آقای معصف چی بدم؟ این بچه تو نمیدونی؟ بچه 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 من کجا؟ گفتم که دیگه رنگشو نمیبینی تو لایق نیستی مادر اون باشی غلط کردم غلط کردم هر کاری بگی میکنم من اشتباه کردم تو خدا منو ببخش بچه رو بهم بده بچه رو بهم بده ولی اگه این دفعه دست هست با خطا کنی هرچی بیری از شش خودت دیدی قبول دارم قبول دارم خودتم رو سگ و شغال بکنی من مادر نکنی بچه تو انباریه برو بیارش بله تاکسی بله بفرمایید کجا واسه بریم خانم کجا واسه بریم با شما هم خانم کجا واسه بریم ببخشید آقا حواسم پرت بود من میرم خیابون لادن تو چشم همینجا با نگرده اطاعت بفرمیم برکت خانم بمن آره بقیه من خود برکت مسافرش حالا بیا و درستش کن خانم بچهشو جا گذاشته حالا چه خاکی به سرم بریزم با این بچه باید برم کلونتری خبر بکنم بیشین اینجوره اینجوره بیشینه خب بخواب آه!
داداش چی شده؟ یه زنی رفته زیر ماشین. داداش ماشین. حالا بیا و درستش کن. خوش بودم بچه خانم بچهشو جا گذاشته. حالا چه خاکی به سرم بریزم با این بچه؟ باید برم کلانتری خبر بدم. بیشین اینجوری بیشین خب بخواب. داداش چی شده؟ یه زنی رفته زیر ماشین. داداش ماشین ببینن. بسم الله بابا همینی پاره بابا بیجاره ببینن. سامانه ببینن تو این بچه ها از کجا میاری که روزی دو تشو میذاری در این مسجد؟ من؟ آره تو همین نیم ساعت پیش یه بچه گذاشتی خجالت نکشیدی رفتی دومیشم آوردی تا فاطمان صدا نکردن بگیرشو برو. چشم بگیرش اشتباه شد ببخش. خداحافظ شما. خداحافظ به امون خدا بابا. خداحافظ شما آمیتا سب کن. باید اون یکی بچه رم تو نیم ساعت پیش آوردی گذاشتی با خودت ببری. اگه یه دفعه گم از این کارا بابا دارش پیدا شده؟ آره آوردم. پیدا شده بیا بیا اینجا ببینم. بیدش من بابا بگیرم دست شما درد نکنم بیا نداریم دفعه آخرت بشه. چه بریم تو پیدا آقا مامان خانو بریم اون بچه مالی منه. برو یکی همونی که الان خادم مسجد به هدا بچه رو گذاشتیش سره رو گذاشتم بلکه یه آدم خوشبخت ببره و خوشبختش کن. اوخه ولی میبینم تو از منم بدبختری. آره گوه گفتی خانم چون بگیرش بدبختر از من تو دنیا پیدا نمیشه بگیرش. حواست کجا؟ چی شده؟ بچه منو به جای بچه خودت عوضی گرفتی. بچه خودم؟ آره. بله بله بیان سوا کنیم به شرط چاقو هر کدوم میخواییم ورد اصلا جفتش مال خودتون. نه آقا جو من فقط بچه خودم رو میخوام. منو شما نداریم که خانم برم چه خبر ها؟
چیه با؟ همه سر بود این همه زنگ میزنی. خوابیده بودی؟ آره، تا این وقت شب کجا بودی؟ چی بگم؟ چی بگی؟ یه چیزی بگو. امرو حسابی بابام در اومده. قضیه مفصله، بعدم برا تعریف خوابیده. خیلی وقت بر. خیلی خوب، برو بیدارش کن. چی کارش داری؟ این چیه؟ دخل امروزمونه، بیخوای نصفش کنی؟ نه باشیش دنگش مال خواه. گذاشتنش تو ماشین؟ تو هم نفهمیدی؟ حواسم نبود. یعنی چی؟ بدش بینم، بدش بینم. بیگیرش، بیگیرش که پیدارم بگرم. چه کوریه، بگیرش با، بگیرش بینم. میبینی؟ این سریل مرده تو بغل هر کی میره ونگ ونگ و رو میده. رفتم کلونتری تحویلش بدم، همین بساط رو این بغل هر کی میرفت زبو به دهن نمیگیره. خلاصه عمونمو بریده. ببینمش. یعنی چه؟ سلام ننه. سلام. میرم الهی. چجوری دلشون میاد بچه به این خوبی رو بذارن و برن؟ چه میدونم؟ از خودشون بپرس ننه. به عروسک میمونه الهی. قربونش برم من. تو هم که فقط بلدی قربون سلقه بچه های مردم بری. بولا چیه؟ بیا اینجا بینم داشتم. بیا اینجا. چیه؟ ببینم دست گل مست گلی با آب نهیده باشی. اگه دادی بگو یه جوری رفت برو جوش کنم. آرا بابا تو هم حوصله داری؟ همه از صبح تلا همینو به هم میکن. پر بیرام نمیکن. به این قبله حاجت و اروای خاک آقام اصلا روح هم از این ماجرا خبر نداره. دارم دیوونه میشم. خب حالا دیگه چی کارش کنی؟ خیال دارم صبح ببرمش پرورشگاه و تحویلش بدم. نه 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 نه. تا چی؟ این مسلمانی نیست. خدا رو خوش نمیاد که این بچه بی زبونو توی این دنیا تک و تنهاش بذاری. یعنی تو از ننش بیشتر دلت واسش میسوزه؟ شماها جوونی نمیدونی. حتما یه علتی داشته که مادره حاضر شده پاره جیگرشو به امون خدا رها کنه و بره. خب ما رو چرا باید تو چاله بندازه؟ خدا رو خوش میاد؟ ببخشین خانم وزای، قضیه به این سادگی هم که فکر میکنین نیست. حکم یه کاسه زیر نیم کاسه، حالا شما بچه رو ببرین تو اتاق تر خوشکش کنین تا منم با پیره رو حفظ بدنم و باقارش بیارم. هره ببرین شما چیه؟ مقارمیه یا نه؟ ببینم ننش خوشگله. برو بابا تو هم حوصله داری؟ برو تو اتاق تا من در ماشین رو ببندم و بیام. برو ببینم ننش خوشگله. بابو، بابو چه دست گله کوادته. آخه تو به چه مدرکی این حرفو میزنی؟ نه نه که داشت بچه دخنی کرد، خوب براندازش کردم. دیدم تناکش این خواهک میمونه. آره بابا تو هم بابو، یه پاکت داره لباسه بچه بود. پاکت؟ آره؟ خدا کنه 7-8 هزاری توش باشه. بینم بدش به ما. شریکی ما. سلام. این اصلاحی که پس از من سرپرستی این بچه رو به اوگه میگیری. شما تا انگاری که میامرم میخوانی من دیگر در این دنیا نباشم. ولی چه زنده باشم و چه نباشم از تو میخواهم که در گوشه مرا عزیز داری. یکی آبار آبار حالا دیدی ما دروغ نمیگفتی. یعنی ننش حالا چه کاشته؟ خدا میدونه. خودکشی کرده؟ معلوم نیست ننه. بر خدا یک کار از دستمون برمیم. تو اینه که محصول خیلی گوش نشه. زودتر یکی تو از دواخونه شیر و پسونک و شیشه و این چیزا برم بیارم. خیلی خوب من میرم. زود باش مادر. باش. بله سلام. کجا بودی؟ من رسیدم کافی. میخوام برم بسیم. نمیدونی چه برای سرم اومد. من زد تصادف کرد. آره آره بخیر گذشت. قرار آخرشم از مریضا میبیارم ایشون. بیا چی میشه؟ بیچونه سر درمانده ایه بچهشو گم کرده. از رو تو بیمارستان ماما اونو خورد که دلمو کباب کرد. نمیدونه چه صدای قشنگی داره. فکر نمی کنم قبول کنی. سنگ گفته گنجش کم بود بزن شاید به هدف بکنه. باشه میزنم. خسته شدم از این همه رنگی، از آن دماغ و خون تنهای سنگی، هرچی که دیدم روی این زمونه زرنگی بود.
بیشتر کارا شکلکی بیشتر بکر با شکلکی هر کی میخواد یه جوری کار خودشو ببنده چی کار داره رفیقش گریونه یا میخنده خون بیجی مردم دیگه گه علف بچه این هنه تخت زمون نپند بسته بیجه یا یا هلدن چه گرفتار شدی شیطونه میگه قید این صدان کسی رو بزنم و از این خونه برم و خودم از شر این طول افتای خلاف بکنم نو چرتم گلومتم بیا با ما رفاقت کن ای گوگوری نگوری قربونت بره فولاد الهی الهی بخواب بابا جون بخواب لالا کن لالا کن جیش ددر تو تو بخوره من الان میام میام آی کجا داری بری؟ بسم الله ای دا ای دوا من که بهت گفتم بچه جیش ددر جون به سرم کردی بزنمت ریجن همین جوشید جوش برده چه مرگه تو چه قد جور جنجل را میندازی من که مخم تره گیر دست جانه سویه آخی چه دو بچه چه مرگه تو یه دقیقه بخم بخم بابا جو بخم حق بری بخم الهی داغت بدنم نمونه الهی به زمین گرم نخ دیگه گندش رو دره بردی والا وقت که من کلافه شدم بسته دیگه ایشک تا صبح نداشتی بکابم بکاب نوکرتم بکاب پدرم هم نوکرته جد آبادم هم نوکرتم ایل و تبارم هم نوکرتم همه بچه محلا هم نوکرتم یه دفعه زبون به دهم میگی حبیب یه دفعه حبیب حبیب چیه؟ بازم که جوش آوردی؟ جوش آوردم ها؟ ای خورت بوری شیرت خوش میشد بگی، بگی بابا، بگی جون به سرم کرد صاف اگه ما این صدام ساسیم بلمون میکنی بریم رد کارم و پدر منه دره برد بری، تو صدای تو رو شنف آرام شد بیدنم نو، چه نانم کجاست؟ چه میدونم، رفته روزه، خودت چیکار کردی؟ والا امروز هم نتونستم نامونشمی ازش پیدا کنم دیگه عقلم به جایی قد نمیره حتم دارم همونطور که تو کاغذش نوشته خودشو نفره کرد خدا نیامرزتش آخه دیواری از دیوار ما کوتاه‌تر پیدا نکرده بود این چه توفه بود که بس بری شما منو دیوونه کرده دیوونه کرده خیلی خب بابا بس دیگه حالا میگی چی کار کنی حالا چی میگی نمیتونم بابا نمیتونم کجایی؟ پیدا کردم.
پیدا کردم. چی رو پیدا کردی؟ مادره رو. مادره کو؟ مادره رو. تو؟ اینهاش. اینهاش. این عکسشه. خودشه. عوضی نگرفتی؟ نه خود خودشه. آره. قیافش خوب یادمه. تو کافه آسیاب میرخصه. عجب ننه هایی پیدا میشن واسه اینکه خودشون راحت برن دوباره یللی تللی جون مردم رو به لب میرسونن. بیچاره آره. ننه واسه ناکامی و بدبختی اون مرحوم چقدر عشق ریخت. همی الان باید بریم کافه آسیا. حواست کجاست؟ حالا که وقت کافه نی شب باید بریم کافه. سلام خانم. سلام. یه دقیقه صبر کن. متشکرم. بالا. اینا چی میخوام؟ وحشت نداشته باش با من کار دارم. کاری داشتی؟ کارت به رقصی تو کافه ها کشید. این دیگه به خودم مربوطه. تو مادر بچه منی. غیرتم قبول نمی کنم. از کی تا حالا آقا صاحب غیرت شدن؟ بچه من کجاست؟ بچه؟ آره با تو کاری ندارم. فقط باز بچه منو به من برگردونی. شدی؟ بچه رو میدی یا نه؟ اگه ندن؟ به زور میگیرم. چه جوری؟ بیاییم بچه ها. یا الله ببرینش. ما تلا شده. چرا همچی میکنی؟ ما رو کجا میخوایی ببرید؟ چرا همچی میکنی؟ اومده بود بچه شو بخواست. خب بهش میدادین؟ آخه بچه پلوی شهرزاد نیست که بهش بده. پس بچه کجا؟ نمیدونم به خدا خودم هم نمیدونم. ولی من میدونم. نه دلش خوبی یا دیگه؟ داد نزد داد نزد. چی شده؟ بچه از تالا زبون به دهن نمیگره. یه نیم ساعتی میشه که خوابیده. به نظرم گوشش درد میکنه. ایخ بچه سلام. اون تازه خوابیده. تو رو خدا یه کاری نکنین بیدار بشه. صاحب هنره بذار تنها جم. خانم بزرگ ایشالا ایشونم تا چند وقت دیگه مادر میشن. چی میکنی؟ جون تو سه دون تاکسی دارم اینا؟
خدا رو شکر کن مادر جان. من همیشه خدا رو شکر میکنم. خدا هم لطفش آقا. از اول عمرم محتاج یه ارزن محبت بودم، اما همه ازم دریغ کرد. منظورت از همه کی؟ پدرم، خدا بیامرز، مادرم، نامادری، حتی پدر بچه‌ام. پدر همین بچه؟ آره، اسمش فریدونه. بی غیرت با دست خودش منو تو بغل این اون مینداخت پول در میاره. خدا شامل حالم بود که آلوده و ناپاک نشد. این شب اومده بود سراغم، اگه شما نرسیده بودین خوب چی میشد؟ خب حالا که بچه تو پیدا کرده چی کار میخواد بکنه؟ والا خودم هم حیرون موندم، ولی اگه از گرسنگی بمیرم دیگه کافه و اینجور جاها نمیرم. اگه دلت بخواد میتونی تو خونه ما بمونی. داره نوخار زیاد میکنه. حتی ازم بذار بینم چی میگه. خب چی جواب میدی؟ میمونی؟ نمیدونم شهرزاد. عادتتو در این قبول بکنی. اون روز که من وادارت کردم تو کافه کار بکنی یارو یاوری نداشتی، ولی خدا میشناخت، میدونست پاک و معصومی. یه جوان مرد سر رات گذاشت همینجور بمون. پس تو من دیگه آب از سرم گذاشتی، تو به من کاری نداشته باش. من میرم دنبال سرنوشت خودم. من تو سیاهی به دنیا اومدم، تو سیاهی هم نمیرم. میرم تو نجم دست و پا بزنم تا ببینم خدا چی میخواد. مثل اینکه این صدا به اسم این بکنی غلط کرده. من زحمتشو کشیدم، صاحبش رو میگرده. من که میذارم به این آسونی از دستم در بره. بذار بره دنبال زندگی. کافه جاها برای زن آخر عاقبتی نداره. آدم تو برا رو میداره و خوشگله ازش استفاده میکنن، بعدش روز پیری و کوری خدا عالمه که چی به سر آدم میاد. شتف کن دهنتو، بیشتر از این موعظه نکن. فقط بگو ببینم خونه اون راننده تاکسی رو بلدی؟ آره بلدم. خونه اونو میخوای چی؟ بردم میفهمی. گفتی پدر بچهش فریدون همون لاشخور است که اکثر شبا تو کافه خودمون پلاسه؟ آره. ما به وجودش احتیاج داریم، باید پیداش کنیم. با همه این احوال خودتو خسته میکنی؟ فکر نمی کنم موفق بشی اونو برگردونی. دعا میکنم که برخای خودش برگرده. یا همین بزرگ جبار قسم میخورم که تا آخر عمر یار و یاورت باشم. منم همینطور. دلم از این روز به بعد منو پدر بچه خودت بدونی. ایشالا تا چند وقت دیگه اگر راضی باشی عقدت میکنم و پسرتم به اسم خودم سجلت میگیرم. دلم میخواد اونم به این بگه برام نواز بهش بگی که من پدرش نیستم. باشه، هرچی تو بگی. راد به خاطر بچهش باید حرفهای تو رو گوش بکنه. در غیر این صورت تهدیدش میکنی به این که بچه رو ازش میگیری. اگه زرنگ باشی یه همیشه نون تو روغنه. اینطور که شنیدم اون شوفر تاکسی قابش دزدیده و فعلا خونه نشینش کرده.
اینو خودم هم میدونم. به همین نقشه کشیدم که این مزاحمه برای همیشه از جلوی راهمون دور میکنه. چه نقشه ای؟ شنیدم شوفر شبا ماشینش جلوی در خونش پارک میکنه. تو به اتفاق بچه ها باید ماشین اونو بدستیم. وقتی این کار کردیم دیگه بقیهش با من. حرفی ندارم. بازم میخوای تو این خونه بمونی؟ خانم بزرگ. خانم بزرگ بی خانم. کاش قلم پات میشکست و تو این خونه نمیومدی. بچه‌مو بدبخت کردی و انداختش تو زندون. زندگیمو از هم پاشیدی. چرا دست از سرم بر نمیداری؟ من چه گناهی دارم خانم بزرگ؟ گناه داری یا نداری به من مربوط نیست. بچه‌تو بردار، جا برو بیرون.
من که جایی رو ندارم برم. دامن بهشت و دوزخش من نیستم. این خونه جای تو نیست. فوراً برو بیرون. خیلی خوب، بیشتر از این خودتون رو ناراحت نکنی، قلبتون میگیره. من میرم خانم. زودتر. امروز نیست. آدرس خونه اکشامو بهت میدم. میری به هر طریقی شده بچه را ازش جدا میکنی. یعنی اونو بدوزم؟ کجایی بونی اسمی رو دوستی میزنم؟ اون بچه خودته. خونه اکرام جانس، خیابون کاج، شما شده 84. بگیرش ننه. کاری داشته؟ نه نه نه. بس خدا حافظ. خدا حافظ. فکر نمی کردم اینقدر زرنگ باشی و بتونی به این آسانی به بچه دسترسی پیدا کنی. خوب حقی زدی. فکر میکنی موفق شدیم؟ 100%. شک نداره که شهرزاد به خاطر بچهش با پای خودش به اینجا میاد. اومدم. بچه من کجاست؟ من از اون خبر ندارم. تو بچه منو دزدیدی؟ دزدیدم؟ یادت باشه من پدرشم، میتونم قانونا سرپرستی بچه‌مو به عهده داشته باشم. ولی تو لیاقت نداری که پدر باشی. مرد نیستی. دعوا نکنید. با دعوا مرافق کار درست نمیشه. از این گذشته، درست یا نادرست فریدون پدر بچه است. به جای دعوا قشنگتره که با هم کنار بیاین. من با اون کاری ندارم. ولی من دارم. بزرگون خوش بچه‌مو بهم بدی. خیلی دوستش داری؟ معلومه. از در این صورت مجبوری هر کاری دل من میخواد بکنی. این موضوع به مرگ و زندگی بچه‌ام ارتباط مستقیم داره. مرگ و زندگی؟ شهرزاد، من دوست هر دوی شما هستم. فریدون عصبانیه که اینطور حرف میزنه. اینو قبول دارم که آدم عصبانی امکان داره حتی دست به آدم کشیم بزنه. ولی تو اگه دختر آگری باشی میتونی جلوی خونریزی رو بگیری. چی کار باید بکنه؟ دلم میخواد مثل گذشته تو این کافه به کارت ادامه بدی. هر کاری میکنم بکنی. اون بچه‌مو به هم برمیگردونی؟ آره، ولی یه شرط داره. چه شرطی؟ من باز مطمئن باشم که تو به خواسته من اهمیت میدی. و همین دلیل تا یه هفته امتحانت میکنم. اگه ازت راضی بودم، قلمت بالای چشم. بچه تو بهت میدم و با هم زندگی میکنی. در غیر این صورت نمیتونم. دیگه خودت باز تصمیم میگیری. باشه، قبول دارم. زندان؟ باز قول بدی که دیگه با اون راننده و رفیقش کاری نداشته. اگه یه روزی باشون روبرو شدی، نه رفتار باید طوری باشه که برم دنبال کارشون. ازت سر بخورم. اونم قبول. قسم بخور. قسم؟ آره. باشه، قسم میخورم. به جون یه دونه بچه هم قسم میخورم که این کارو بکنم.
شهرزاد وردارم و بیان خلو خوش اومدی چقدر نامرد تپلی پویا سلام علیکم قربونه برم حبی کی عرضت شدی؟ عصری جاد خالی رفتم شاب دلت زیارت زیارتت قبول پسته قربونه تو برم بگو ببینم حبی شهرزاد چه خبر؟ شهرزاد؟ چرا گذاشتم؟ نمیدونم اصلا چیزی از اون نفهم دارم دیوونه میشم حرف بزن بگو قافل گذاشت و رفت بگو همه قمی تهتش رو از دلت بیرون کن دیگه پابندش نباش تمام حرفایی که میزد تو رو فاسف بود هر زه بود هر جایی بود
با عبد رفتن تو به زندون شهرداد حتی یه هفته نتونست توی خونه تعمل کنه. بچهش وردشت رفت، رفت دنبال کسافتکاریه خودش، رفت تو کافه و دوباره شد. بسته دیگه بسته. اون باز زندگی من بازی کرد، به خاطرش برام چلک درست کردم، تومت آدم کشی به هم زدم، رفتم حبس. خیدا به ولای علی میکشمش. نه نه خودتو ناراحت نکن فولاد، اون که قابل این حرفا نیست. او عادت کرده بود به لجن، به کسافت، نمیتونست پاک و نجیب زندگی کنه. با همه این حرفا نمیتونه جون سالم دست من در ببره. سویچ و ماشین کجاست؟ میخواه بری سر کار؟ امشب نه، صبح زود میخوام برم. دستم به دامنه. چی شده؟ فولاد چاقو گذاشت تو جیبش. چاقو؟ آره، اون یه کاری دست خودش میده. تو جای شهرزاده میدونی؟ آره، اون تو کافه کار میکنه. پس معطل نکن، برو بهش بگو که مواظب خودش باشه، بچم داره خودشو بدبخت میکنه. زود باش حبیب، معطل نکن، تو رو خدا پشو مادر، زود باش. خیلی خوب، باشه، رفت. عجله کن. بابا اومدم. چه فرمایشی داری؟ نه گفتم باره کنار. یعنی چی؟ چرا اینجوری میکنی؟ ببین کجا داری میری؟ گفتم با چی کار داریم؟ بگو شهرزاد کجا؟ شهرزاد؟ آره شهرزاد. تو رو خدا. اومدی منو همراه خودت ببری ها؟ نه برعکس، اومدم بهت بگم اون طرف ها پیدات نشه. آخه فولاد آزاد شده، فکر نمی کرده به این ارزونی آزاد بشه ها؟ خیلی هم ارزون نبود. من آزادی اونو به قیمت گرونی خریدم. خب دستتو درمیش کن. دستتو برم خورش کل من میدونی که نمیرم براش. برم ماجا نمیرم. جان رفیق، تو اسم خودتو گذاشتی محل فراخشو. فولاد سبخ یا کشمت زنیشو کشمی. رفیقمه تو صورتی تو خنده اونم تو انداختی.
هم دیگر رو کتک میزدن. چون تو این کاره نیستی، قیافت نشونی به خانواده داری، چرا تو این لجن افتادی؟ دونستن علت بدبختی هم برای تو چه نفعی داره؟ چیزی نپرس، بذار با درد خودم بسوزم و بسوزم. درد تو بگو، بگو کی هستی؟ پدرت کیه؟ مادرت کیه؟ کجان؟ خیلی دلت میخواد بدونی. معلومه، بریم بشینیم تا واسط بگم کیم. خیلی خوب، بریم. مالیمت کرده؟ چی بگم؟ سولاد از زندون آزاد شده. ببینم تو اونو دیدی؟ اون منو به این روز نشون. مگه تو چی کار کرده بودی؟ چرا تو خونه نمیری؟ هیچ، اون خیال بد کرد، همش تقصیر شهرزاد بود. حالا خجالت میکشتم برم خونه، اون دارم بخوابه برم تو. مگه سولاد شهرزاد رو دید؟ آره، نانه جیب کاری کرد که دست فولاد بعد یه اون رفاقت دوستی بروی من بلند بشه. ولی شهرزاد بیگناهه. نه، با چشای خودم اونو تو بغل اون مردی که دیدم. چشم آدم که با آدم دروغ نمیگه. ولی تو اشتباه میکنی، اون بیچاره اسیره، بچهشو ازش دزدیدن، وادارش کردن که این کارو بکنه، قسمش دادن کاری بکنه که تو و فولاد ازش سر بخورین و تنهاش بذارین، تنهاش بذارین تا گرگا به هر کثافتی که دلشون خواست اونو بکشونن. پس اینا همش نقشه بود؟ حرف نداره. حالا با چیکار کنیم؟ باید فولادو در جریان بذاریم، حقیقتو بهش بگیم. اون باور نمیکنه. باور نمیکنه چیه؟ تا دیر نشده باید بریم سراغ شهرزاد، ممکنه یه بلایی سرش بیارم، چون همین الان رضا و فریدونو داره دستش رفتن سراغ اون. رضا دیگه کیه؟ صاحب کافه. همه این آتیشا از گوره اون بلند میشه. حتما میرم اونجا، تو هم فولادو بردار بیار. باشه باشه. اومدم بابا، اومدم. دوشب معلوم نیست که چه خبره. دیدی چه کار داری؟ با شهرزاد کار دارم. با شهرزاد؟ آره. نیم ساعت بعد از اینکه شما از اینجا رفتین، چند نفر اومدن اونو انداختن تو ماشین و بردن. طفل معصوم مثل مرغ سرکنده پرپر میزد و التماس میکرد. حبیب، شهرزاد کجاست؟ اونو به زور بردن. خب هم مطالب چی هستی؟ بریم سراغشون، داری افته؟ امشب دیگه نمیتونیم بهشون دسترسی پیدا کنیم، باید تا صبح صبر کرد. من سعی میکنم امشب به هر شکل شده جای اونو پیدا کنم. صبح اول وقت منتظر باشین، میام خونه. اگه دیر کردن شما بیار کافه دنبال من، من در رو پشت میذارم. بریم. خیلی خب، بریم. بله. میخوام با پدر شهرزاد خونه. آقا میخوام یه خبر از شهرزاد بهتون بدم. از دختر من؟ اون زنده است؟ آره، ولی تو دست یه عده از خدا بی خبر اسیره. به دست کی اسیره؟ کجا برم دنبالش؟ خیلی ببینی خانم جون، من زحمت شما رو جبران میکنم. آدرس کافه آسیا کجاست؟ خیابون وصال، نرسیده به چهارراه دوم. ممنونم. تو آدرس منزل ما رو میدونی؟ آره، شهرزاد خانم آدرس رو به من داده. همین الان بیا اینجا. خدا خدا حافظ.
این بیرحمیه. شما این دختر بدبخت رو جون به سر کردین. این بیرحمیه. شما این دختر بدبخت رو جون به سر کردین. چی از جونش میخواین؟ چرا ولش نمیکنین؟ خانم از کی تا حالا این همه مهربون و دلرحم شدن؟ از وقتی تو انسانیت رو گم کردی. دیگه زیادتر از کپونت حرف میزنی. تو از خودت میترسی. میترسی که موقعیت تو رو از چشم مردم بندازه و دیگه کسی برای رقصه تنم خورد نکنه. منو بس سرم گذشته. سین و سفید برام یک سونه. به همین دلیل بیشتر از این نمیتونم شاهد نامردی شما باشم و حرفی نزنم. اگه دست از سرش بر ندارین و بچه‌شو بهش ندین، ماجرا رو به پلیس خبر میدم. همین. صبر کن ببینم. اجازه هست؟ بفرمایید. آقای مدیر؟ خودم هستم، بفرمایید. میخوام در یه مورد خصوصی با شما حرف بزنم. خواهش میکنم. صبر کن. ناویه عصبانیه. امکان داره دست به عملی بزنه که به صلاح ما نباشه. برو به بچه ها بگو ترتیب ناویه رو بدن. زمنان خودت نبارو پیش شهر شد. همون مردی که میدونی تا من بیام. را بیافت. چشم. با من چه امری داشتی خانم؟ من مامادری شهرزاد هستم. اومدم بهتون بگم امروز به پدرش خبر دادن که شهرزاد پیش شما. شهرزاد؟ من کسی رو اصلا به این اسم نمیشناسم. سعی نکنین به من دروغ بگین. این دروغ به صلاح هیچ کدوم از ما نیست. پیدا شدن شهرزاد موقعیت منم به خطر انداخته و به همین دلیل اومدم قبل از اینکه پدرش دست به عملی بزنه شما رو در جریان بذارم تا به اتفاق یه فکری بکنیم. خب لازمه من بدونم پدر شهرزاد کیه و چرا شهرزاد از اون جدا شده. حقیقت اینه که پدر شهرزاد مرد ثروتمندیه، از اون ثروتمندا که مثل کنه دو دستی دنیا رو چسبیده. با اینکه چشاش کور و بیشتر از یک ساله که به خاطر گم شدن شهرزاد رنج میکشه، ولی مثل ماری که رو گنج خوابیده باشه رو ثروت بی حسابش افتاده و هیچ رقم هم دستوردار نیست. خب حالا برای چی به اینجا اومدی؟ اومدم بهتون بگم یه طوری شر شهرزاد از رو زندگی من بکنیم. حاضرم هر طوری دلتون بخواد شما رو راضی نگه دارم. شما زن خوشگلی هستین خانم، ولی تصور میکنم دلتون به اندازه صورتتون قشنگ نباشه. رنج زندگی با یه پیرمرد اعصاب منو له کرده. سالها این رنج رو تحمل کردم به این امید که پس از مرگش بتونم نفس راحتی بکشم، اما با بودن شهرزاد اون چه تو این سالها رشته بودم پنبه شده. من چیکار میتونم براتون بکنم؟ شک نداره که اون پیرمرد خیلی نمیتونه فراغ دخترش رو تحمل کنه. و پس از مرگ اون پیرمرد شهرزاد دست شما به عرب و عجمی بند نمیشه. به همین دلیل از من میخوای که دست به آدم کشی بزنم. اونم یه آدم کشی بیفایده. بیفایده البته برای خودم، نه برای شما. هر رشوهی بخواییم بهتون میدم. میفهمی؟ من اهل رشوه و اینجور چیزا نیستم خانم. پس از من چی میخوای؟ از من کمک خواستی؟ حرفی ندارم، کمکت میکنم. ولی یک شرط داره. چه شرطی؟ هر چی باشه قبول میکنم. دلم میخواد بعد از موفقیت با اون ثروت بادآورده نه شما تنها زندگی کنید نه من. یعنی من و شما؟ مگه عیبی داره؟ نه عیبی نداره. خب پس شروع میکنیم. ولی قبل از شروع باید یادآوری کنم که اگه خیال نارو زدن داشته باشین باید بدونین جرم شریک جرم کمتر از مجرم نیست خانم. اینو میدونم. پس بیاین گری. خبریشو؟ هنوز نه. ممکنه برای نادیان پیش اومدی کرده باشه؟ نمیدونم شاید. دلم خیلی شور میزنه. بریم این پیداش میکنیم یا نه؟ بره. بیا. چشم آروم بشی بچه.
میگم که اگه میترسی خجالت نکش، بگو من برم تو. بله، بفرمی تو، بفرمی. برم. آره؟ شما بزرگترین، بعد من برم. آره تو میری. بله. دیگه چرا تو میری میزنی؟ بفرما، بفرما. آره آوازی اومده. برو گمشو، برو بیرون. سلام علیکم. سلام. نه کس من که هنوز نزدم که نامو سلمی نگه چقدر میخوای منو به چه رلی بده. برو بیرون. چشم برو نظر میگه نظر میگه دوباره کسی میگردی؟ این از کدوم هایی رفتن؟ از این وجه نامده قربون تو. بیچاره نگاه تفری رو به چه روزی انداختم. بمیرم الهی. سود باش بیاد بریم سراغ شهرزاد. اونو رفتن سر وقتش. چرا نایمده میگه؟ گفتی شهرزاد؟ آره من میدونم اونو کجا بردن. خیلی خب بی بباش راوی افتری بیا دیگه برو. هنو نشستی؟ میخوای پاشم وایستم؟ ناکس چرا تو نیومدی؟ من خبری بود. او همه آدم آدم؟ اونه که آدم نبوده بس. خیلی خوب بلند شو بری. نادیا میدونه شهرزاد کجا بردن. بلند شو. باشه بریم. اما اگه بلا ملایی سر ما اومد صدان تاکسی ما مال ایشونه. خیلی خوب با تو هم با این صدان تاکسی ما رو کشتی. توی هم نخونه همه شیشتانگش مال خودشه. بی ارزه شما پنج نفر نتونستین از پسون یک نفر بر بیاین؟ کاری نتونستین بکنین. بر؟ بله راسته. من رو آسمان دنبالتون میگشتم. نفهمیدم من ایما قلاقی که رو آسمان دنبالمون میگشتی. شکم به تو بیه چرا. با اینه چی کار داری؟ آها دست به اون نزن که با من طرفه. آقا چی باشم؟ خدا بیامرز جمعی رفتگانو. ننم به هم میگفت حیب آقا. اما همه بچه محلام اسمان گوشتن حبیب جوشی. حبیب جوشی؟ آره وقتی هم که جوش میارم شمرم جلو دارم نیست. آقا چجوری میخوان جوش بیارم؟ شما بش بگو آقا. این دنبال شما جوش آوردم. جوش آوردم. Yeah. Happy! Yeah. 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 Yeah.
یه دقیقه سب کنیم. چیه؟ ایبو چی شده؟ چی تو رو لطه پارت کرده؟ عمل خودم، بدیام. شهرزاد کجاست؟ اون آقا رضا، صاحب کافه با خودش بود. فولادین هم رفتن دنبالش، اما بچه شهرزاد تای باغ تو اون اتاقه. تو باغ؟ آره. بریم بچه رو برداریم، به پلیس هم خبر بدیم. جون شهرزاد در خطره. جون شهرزاد خدا مرگم بدی. بلنش بودو. بریم بودو. خدا مرگم بریم معطل نکن. بودو بودو. بلم کنید، بلم کنید. Come on, 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 come on,
بچه من کجا؟ پس کجایی؟ من اینجام پدر. کی این همه بلا رو سرتون؟ چرا جواب نمیدی؟ پرسیدم کی این همه بلا رو سرتون بود؟ شما پدر. من؟ آره. بعد از مرگ مادر خدا بیامرزد، اگه شما به دنبال هوا و هوس دلتون نمی رفتی، اگه به خاطر خوشی و خوشگذرونی خودتون با یه سن جوون عروسی نمی کردین که من این همه مصیبت نمی کشیدم، اینقدر در به در نمی شدم. شما چون پول داشتید حقیقت و حتی سن و سال خودتونم گم کردید، رفتیم با کسی عروسی کردیم که با یک کمی تفاوت هم سن و سال دختر شما، توقع داشتیم به پای شما بشینه چون پول داشتید. نه پدر، این امکان نداشت. پدر، هر کسی باز به کار توفان نرو میکنه، شما این کارو کردین و این وسط من قربونی شدم. آروم باش وسط، آروم باش، بیشتر از این خجالتم نده. پیر مرد مردنی، کی تو را آورد اینجا؟ من آوردم. تو آوردی؟ آره، من آوردم. صدای خوبی بدی نیست، تو انسان نبودی، معنی محبتو نمیفهمیدی، منم آلت دست خودت کرده بودی. آرام میاد که برادر تو باشم. بفرمایید، بفرمایید. برو بانست. پدر، دوستش داری؟ معلومه، تو بادومی و بچتان مغز بادوم. تکسیت، مغز بادوم هم میخوای؟ حالا تو خود بادومو داشته باش. بونه مغز بادوم خودم داره. چکرا بدش میرم، بدش به من. اون آتشو برم من، اون خردشو برم. برو بالا دایی، بیگی آب دایی، بیگی آب دایی شدیم، دست خوشو. شهرزاد حالت خوبه؟ گریه نکن، دیگه همه چی تموم شد. امان از دست این فوقالی بازم گریه میکنه. داداش، اون سدون چاکنی مال خود، این مغز بادون پیشتندم مال خود.